هنرمندان، تهیه کنندگان موسیقی و صاحبان استودیوهای ضبط و صفحه پرکنی و دست‌اندرکاران کسب و کار موسیقی در نمایشگاه سالانه انجمن ملی بازرگانان موسیقی که هفته گذشته در آنهایم کالیفرنیا به کار خود پایان داد، از غرفه‌های تولید کنندگان تجهیزات و نرم افزار بازدید می‌کنند. از جمله ستاره برجسته استیوی واندر اینجا در حال امتحان یک کیبورد جدید. نمایشگاه فرصتی است برای تولید کننده های سازهای سنتی و طراحان روایت های نو از سازهای سنتی، اما مثل رشته های دیگر هوش مصنوعی نظرها را به سوی خود می کشد. هنرمند عمر دویچ در کنار گیتار هندسی طبیعی که با همکاری هوش مصنوعی به وجود آورده. AI helped me imagine. هوش مصنوعی به من کمک کرد تخیل کنم و یا در چیزایی که ممکن نبود به فکرم برسد کاوش کنم. من به تخیل خود محدود هستم، در حالی که هوش مصنوعی طور دیگری فکر می کند و برای خلق یک چیز تازه منابع خود را پیدا می کند. برای طرح گیتاری که آن را هندسی طبیعی نام داده، هنرمند از مولد بصری میدجرنی استفاده کرد که واژگان پیامواره چند خطی را به تصویر تبدیل می کند. ولی بعد با ابزارهای دستی این گیتار طرح شده توسط میدجرنی را از چوب گیاه به وجود آورد. او می گوید به جای انتقاد از هوش مصنوعی باید یاد گرفت که چگونه می توان از آن استفاده کرد. از جمله دیگر کاربردهای هوش مصنوعی که در نمایشگاه آنهایم برای نخستین بار عرضه شد، تجزیه موسیقی ضبط شده است به عناصر تشکیل دهنده. بنیانگذار آرتیفون مایک بوترا میگوید با شرکت اودیو شیک برای تجزیه موسیقی همکاری میکند. اونها صدای آلات مختلف موسیقی در یک قطعه ضبط شده را از هم جدا میکنند که به کاربر امکان میدهد روایت‌های مختلفی از ترانه با این دستگاه از نو بازسازی کند. به نظر من هوش مصنوعی به تعداد بیشتری از مردم کمک میکند خلاق باشند، چون میتوانند صدا را لمس کنند. بعضی سازهای الکترونیک و نرم افزارهای تولید موسیقی از هوش مصنوعی مولد استفاده میکنند که به خاطر استفاده مستقیم از آفرینش آهنگسازان و نوازندگان برای تولید موسیقی ظاهرا جدید، اعتراض صاحبان حق مؤلف را برانگیخته. من درباره هوش مصنوعی عقیده بزرگی دارم. شاید برای طراحی مناسب باشه، اما هوش مصنوعی برای ترانه نویسی و تقلید صدا و ریتم نه، چیز خوبی نیست. از ابزارهای هوش مصنوعی سال گذشته برای تولید قسمت‌های کار نشده صدای جان لنون در ترانه نواندن گروه بیتل ها استفاده شد و از صفحه پرکنی وارنر میوزیک اعلام کرد که برای بازسازی صدای خواننده فرانسوی ادیت پیاف با استفاده از هوش مصنوعی قرارداد امضا کرده.